اتوبوسی به نام هوس قرار ما رو کجا ببره؟ شاید به کاوشی عمیق درون خودمون و جنگی بین راستی و دروغ. Was this before or after you got the telegram? یکی از شاهکارهای تنسی ویلیامز، نمایشنامه نویس معروف، با کارگردانی ایلیا کازان قرار نمایشی رو از صحنه برادوی به پرده سینما بیاره. شاهد نخستین درخشش مارلون براندو خواهیم بود، ستاره نوظهور دهه 50 سینما که راه خودش رو از همینجا باز میکنه. و البته تلالو ستاره‌ای در نور کم فروغ خونه حقیر، ویویان لی. درامی تلخ با لحنی بسیار گزنده رو شاهد خواهید بود، در هم تنیدگی دروغ و ترس و جنون با خشم و سیان. نمایشی از سلطه مردسالاری و تاوانهای دردناکش. زنی از قطار پیاده میشه و به دنبال تراموا یا اتوبوسی به نام هوس میگرده، دیزایر. زن با راهنمایی سرباز جوونی به ایستگاه مشایعت میشه و پرسون پرسون خونه خواهرش رو پیدا میکنه. خواهر برای تماشای مسابقه بولینگ همسرش بیرون رفته و اولین ملاقات اونها در باری همون حوالی شکل میگیره. بلانش دوبوا پس از شات اول دهان باز میکنه و برای خواهر کوچیکترش استلا شرح میده که دیگه از تدریس خسته شده بوده و اوریل رو به مقصد نیو اورلان ترک کرده تا زندگی تازه ای رو تجربه کنه. از همین ملاقات اول خودپسندی بلانش به چشم میاد. در حالی که به رفتارهای خواهر کوچیک، خونه محقر و شلختش و عشق جنون‌آمیزش به همسرش خورده میگیره، پرده از راز تلخی هم بر میداره. طلبکارها در نهایت خونه پدری اونها رو مصادره کردن و حالا از املاک خونوادگیشون چیزی باقی نمونده. بنانچه البته خودش رو مقصر نهایی نمیدونه، چرا که معتقده باری که بردوشش قرار داشته از توانش بیشتر بوده و به خصوص که خواهر کوچکتر هم او رو دست تنها رها کرده. You must be Stanley. I'm Blanche. Oh, you're still sister. Yes. استلا شاید از تقصیرات خواهرش بگذره، اما همسرش استنلی کوالسکی با اون بدن عضلانی مردی بی‌موالات و خشن به نظر میاد. اگرچه ملاقات اولیه اونها ابتدا اینطور القا میکنه که ممکنه کششی بینشون پیش بیاد، اما شنیدن خبر از دست رفتن املاک و اشاره استنلی به قانون ناپلئون که اموال زن رو اموال شوهر میدونه نشون میده چالش بزرگتری توی راهه. بلانش سعی میکنه برای استنلی توضیح بده و به قول خودش با اندکی لاس زدن او رو آروم کنه. اما استنلی نشون داده مردی به شدت دمدمی مزاجه و خشونت یکی از ویژگی های اصلی اخلاقشه. نکته اینجاست که استلا برخلاف انتظار بلانش شیفته ی همین اخلاق خشنه. تعریف کردن خاطره شب عروسیشون که مرد عصبانی همه چراغ‌ها رو شکسته و او رو به وجد آورده برای بلانج عجیب و ناپسنده. بلانج خواهرش رو متهم میکنه که اسیر هوسه و به اتوبوسی اشاره میکنه به نام هوس که اتفاقا او رو به این محله رسوند. The name of that rattletrap streetcar that bangs through the quarter. Haven't you ever ridden on that streetcar? اما در یکی از شب‌نشینی‌های متداول و قماربازی استنلی با دوستاش اتفاق ویژه‌ای برای بلانش می‌افته. به نظر میاد او در برخورد با میچ، یکی از دوستان شوهر خواهرش، دلباخته او شده و سعی می‌کنه خودش رو به مرد نزدیک کنه تا شاید آینده تازه‌ای برای خودش رقم بزنه. البته در این میون استنلی با کینه‌جویی دست از سرش بر نمی‌داره و بهش یادآوری می‌کنه چیزهایی از گذشتهش می‌دونه که ممکنه آینده‌اش رو هم تحت تأثیر قرار بده. اما بلانج حاضر نیست عقب نشینی بکنه و براش نزدیک شدن به میچ مهمه و البته سعی می‌کنه نبض رابطه رو تو دست خودش داشته باشه. I don't want you to
want you to think that I'm severe or all-made school teacherish or anything. It's just, I guess I have old-fashioned ideals. آیا زندگی روی خوشش رو به بلانش نشون میده و رابطه بین او و میت شکل میگیره؟ خشونت و کینه جوی استنلی کووالسکی تا چه مرزی پیش میره؟ رازهای زندگی بلانش قصه رو به چه سمتی خواهد برد؟ بنا ندارم قصه رو برات تعریف کنم، اما همینقدر بدونی که این اثر تنسی ویلیامز اصلا قرار نیست یک کمدی رومانتیک از آب در بیاد. الیا کازان کارگردان نمایش اتوبوس به نام هوس بود و پس از بیش از 800 اجرا در برادوی اعتقاد داشتش که اصلا دیگه ضرورتی برای ساخت فیلم از این اثر وجود نداره، اما با اصرار خود تنسی ویلیامز پا در این مسیر گذاشت. البته به خاطر ملاحظات کد هیدز و انجمن نجابت کلیسا از اول مشخص بود تیغ سانسور نمایش نامه را شرح شرح خواهد کرد و همین هم باعث شده بود کمپانی های سینمایی چندان تمایلی به ساخت فیلم نشون ندن. البته در نهایت MGM قبول کرد که فیلم رو بسازه. در این بین الیا کازان نسخه هم برای خودش تدوین کرده بود به عنوان نسخه کارگردان، اما کمپانی به هیچ وجه حاضر به نمایش اون حتی در جشنواره ها نشد. البته MGM در نهایت این نسخه رو در سال 1993 منتشر کرد. با این وجود که دو تکه اصلی در قصه هستش که تغییر کرده و دیگه غیر قابل بازگشت بود. یکی این که علت اصلی خودکشی همسر اول بلانچ این بوده که او متوجه میشه مرد جوان هم جنسگراست و او رو به خاطر این سرزنش میکنه تا مرد کارش به خودکشی کشیده بشه. دیگری هم صحنه تجاوز استنلی به اوست که از فیلم نامه هست شده. یکی از ماجراهای بامزه پیش تولید انتخاب بازیگر نقش اول مرده، جایی که پای مارلون براندو رو به پروژه باز کرد. ابتدا بازیگر دیگه برای این نقش در نظر گرفته شده بود، اما ناگهان او پروژه کنار کشید و الیا کازان دست باشه دنبال بازیگر جدیدی میگشت و به توصیه یکی از دوستانش مارلون براندو رفت برای تست دادن. او سال قبل هم البته با او در پروژه کوتاهی در یک نمایش کار کرده بود. اونها به یک توافق اولیه رسیدن، اونم در حالی که مارلون براندو میگه مردد شده بوده و میخواسته کلا پروژه رو قبول نکنه، چون به نظر خودش هم سنش برای این نقش خیلی کم بوده، او فقط 23 سال داشته. او زنگ میزنه به الیا کازان و تلفن اشغال بوده و بعد دیگه فراموش میکنه زنگ بزنه تا فرداش که الیا کازان زنگ میزنه و بهش میگه هست یا نه و اون آگهان میگه هستم. کازان 20 دلار به براندو میده تا خودش رو به ویلای تنسی ویلیامز در ماساچوست برسونه. اما اون خیلی آسوپاستر از این حرفا بوده و قطعا با اون 20 دلار نمیتونست خودش رو به مقصد برسونه. پس با سوار شدن ماشین‌های بین راهی مسیر طولانی رو در زمانی بیش از انتظار کازان طی میکنه. کازان که در تماس با ویلیامز میفهمه مرد جوان هنوز به مقصد نرسیده، فکر میکنه باید قید اون 20 دلار رو بزنه و بازیگر تازه پیدا کنه. اما اون نیمه شب زمانی به خونه تنسی ویلیامز میرسه که برق خونه قطع شده بوده و آشپزخونه‌اش رو فاضلاب برداشته بوده. پس ابتدا سری به فیوزها میزنه و اونا رو تعمیر میکنه و بعد میره سراغ آشپزخونه و راه فاضلاب رو باز میکنه تا بشینن با هم دیگه به نمایش نامه خوانی. تنسی ویلیامز دربارش میگه او یکی از زیباترین مردهایی بود که تا به حال دیده بودم و جوری لوله فاضلاب رو باز کرد که انگار همه عمرش لوله کش بوده. پس از این ملاقات بود که تمام تردیدها برای نقش اول مرد از بین رفت، براندو نقش رو گرفت و از همین نمایش به فیلم هم رسید. زمانی که کست فیلم رو می‌بستن، الیا کازان بیشتر بازیگرا رو از نمایش سر پروژه آورد، یعنی 9 نفر رو. به غیر از نقش اول زن که به ویویان لی رسید.
ویویان لی هم البته همین نقش رو در تئاتر لندن بازی میکرد، البته اونجا به کارگردانی همسرش لارنس اولیویه. بعدها او اعتراف کرد در زمان ایفای نقش بلانش در فیلم بیشتر از اینکه تحت تاثیر کازان باشه متاثر از کارگردانی اولیویه نقش رو پیش برده. انتخاب ویویان لی برای بازی در کنار تیم نمایش برادوی یه چالش مهم دیگه برای او به وجود آورد. تمام بازیگر از متد اکتینگ استانیسلافسکی در بازیگری بهره می بردن و عوضش ویویان لی بازیگری در متد کلاسیک. البته گفته میشه شوق او برای ارائه بهترین بازی در فیلم بسیار زبان زد بوده، طوری که پیش از همه در صحنه حاضر میشده و پس از همه صحنه را ترک میکرده. ویویان لی که در زندگی واقعی هم از بحران دو قطبی رنج میبرد، پس از بازی در این نقش دچار بحران‌های بیشتری میشه. عملاً بازی در نقش بلانش با تشدید حالات وخیم روانی در او باعث شد پس از اون دیگه نتونه فروغ چندانی در سینما داشته باشه. اتوبوسی به نام هوس در 12 رشته نامزد دریافت جایزه اسکار بود و اولین فیلمیه که جایزه دو بازیگر نقش مکمل و یک نقش اصلی رو از آن خود میکنه. البته الیا کازان، مارلون براندو و تنسی ویلیامز دستشون به اسکار نرسید، اونم در حالی که گفته میشه بازی مارلون براندو به عنوان نقطه عطف متد اکتینگ حتما باید اون سال جایزه اسکار رو به خودش اختصاص میداد. عوضش ویویان لی با بازی در این فیلم به دومین جایزه اسکارش، این بار هم در نقش یک زن از طبقه آریستوکرات جنوبی که زندگیش بر باد رفته. یه ورژن جدید از اسکارلت اوهارا. You'll never corner me, Red Butler. Oh, frighten me. You've lived in dirt so long, you can't understand anything else. کیم هانتر بازیگر نقش استلا برای اولین و آخرین بار نامزد جایزه اسکار شد و اتفاقا هم بهش رسید. جالبه که اون استلا، هی استلا که مارلون براندو تو فیلم صداش میکنه، الان یکی از صد خط دیالوگ ماندگار تاریخ سینماست. حالتا گفته میشه آن بکستر هم برای این نقش مد نظر بوده، اما در نهایت نقش رو به خود او دادن. کارل مالدن هم برای نقش میچ به اسکار بازیگر نقش مکمل مرد. افتخاری که او هم دیگه موفق به تکرارش نشد، اگرچه برای بازی در دیگر فیلم الیا کازان در بارانداز بار دیگه نامزد دریافت این جایزه بود و البته جوایز تئاتری زیادی هم در طول زندگیش دریافت کرده. اتوبوسی به نام هوس رو با مرور چند سکانس به ایستگاه آخر میرسونیم، فیلمی که البته دیدنش کمی اعصاب آرومی لازم داره. بلان جعبه سیگار میچ رو از دستش میگیره و میچ سعی میکنه با نشون دادن جملاتی که روی درش حک شده توجه زن رو به خودش هم جلب بکنه. And if God choose, but love thee better after death. Why, that's from my favorite sonnet by Mrs. Brown. یکی از اون صحنه‌های جنون‌آمیز خشونت استنلی رو هم با هم ببینیم. جالبه که خود مارلون براندو میگه کوچکترین شباهتی به کاراکتر استنلی نداشته و برخلاف او روحیه کاملا لطیفی داره. In a worn-out Mardi Gras outfit, ready for 50 cents of some rag pig with a crazy crown on. You know, I've been on to you from the start, and not once did you pull the wool over this boy's eyes. میش سعی میکنه با کشوندن بلانچ زیر نور پرده از یکی از رازهای مهم زندگی این زن برداره. چروک هایی که گذر اون رو در صورتش نشون خواهد داد و او همیشه با خزیدن در سایه اونها رو مخفی کرده. ویویان لی البته برای این فیلم طوری گریم شده بود که اندکی پیرتر به نظر بیاد. امیدوارم تماشای این ویدیو براتون مفید و لذت بخش بوده باشه و توصیه میکنم تماشای بقیه پلیلیست سینما کلاسیک رو از دست نبینید.